سلام عرض ادب خدمت شما عزیزانی که این ویدیو رو تماشا میکنین. امیدوارم همگیتان خوب و سلامت باشین. در این ویدیو طرز تهیه کلچه قندی یعنی کلچه بدخشی را میخوایم به شما آموزش بدم. امیدوارم خوشتون بیاد. خیلی کلچه مزه‌دار است که در اصل داخل تندور پخته میشه، ولی ما داخل داشت پخته کردم چون امکانات تندور نبود اینا. بعد ما شما آماده کنیم این کلچه را مردم سمت شمال بخصوص در عید آماده میکنن. خب دوست عزیز میریم و موادای لازمه را میبینیم که به خاطر کلچه بدخشی چی موادای ضرورت هسته. موادای که به خاطر این کلچه ضرورت هسته در خانه یافت میشه، یعنی اوقدر موادای زیاد و متفاوت نیسته. ما تمامش نام میگیریم براتون: 3 قاشق چایخوری سیادانه، 1 قاشق چایخوری ال، 1 قاشق چایخوری هم نمک، 1 گلاس شیر، 1 قاشق چایخوری کاربونات یا پولین و 1 قاشق چایخوری هم خمیر مایه، 3 گلاس شکر، 3 گلاس روغن مایه و همچنان آب گرم که بعدا چقدر ضرورت شد ما براتون میگم که چقدر علاوه میکنیم. خب حالا این هم آرد است که تقریبا 12 گلاس از مواده یک دیم به می 12 گلاس آرد کفایت میکنن. تمام مواده را داخل یک ظرف مخلوط میکنیم. دوست عزیز 2 گلاس آب گرم اضافه کردم که بعدا نیم گلاس دیگه هم علاوه کردم و رو در ویدیو نشان دادم، اما 2 نیم گلاس آب کفایت میکنن. به خاطر خمیر خوب مخلوط میکنیم تا شکرش کاملا آب شوه. روغن میگذاریم روی آتش کاملا داغ شده. به این شکل میبینیم دوست عزیز وقتی روی آب علاوه میشه یعنی بریانک میکنه آرده. این باعث میشه که لذت کلچه زیادتر شوه، بریانک میده داخلش. و حالا میگذاریم که سرد شوه. بعد از سرد شدن سیادانه را علاوه کرده و خوب به این شکل مخلوط میکنیم، یعنی که تا روغن در تمام قسمت های آرد برسه. این کارم توی دوام میکنیم تا وقتی که آرد یکسان شوه. بعد از خوب مخلوط کردن، اما آبی را که یعنی مواد را که مخلوط کرده بودیم او را کم کم علاوه میکنیم. یک جایی تمامش علاوه نکنیم، امکان خمیر نرم شدنش میره یعنی، اما کم کم علاوه کنیم. میفهمین؟ خوب به این شکلی ادامه میدیم. البته این کلچه را مادر جان پخته کرده، به همکاری هم دیگه پخته کردیم. شما اگر وقت داشتین حتما آماده کنیم، خیلی مزه میتبه. خصوص اگر در روز عید آماده نمیکنیم، در بعد ویدیو یا در چای سوپ خیلی کلچه مزه‌دار است. در چای سوپ آدم بخوره یا افسانه. به این شکل خمیری سخت آماده میسازیم و میگذاریم نیم ساعت که دم بگیره. رویش با پلاستیک میپیچانیم و رویش یک دستمال هم الان مندازیم. نیم ساعت میگذاریمش. بعد از نیم ساعت خمیره میگیریم به این شکل که بندازی که مازان لوله میکنه، بندازی یک توپ یعنی توپ خورد لوله میکنیم. تمام شد بعد 15 دقیقه میگذاریم که دم بگیریم. بعد از 15 دقیقه به این شکل کار دم میگیریم دوستان و به بغلایش شکل میکنیم. خب تا آخر ویدیو تماشا کنیم من یاد میگیریم. بعد از اینکه خمیر را خوب چاقو زدیم، با سه انگشت بین شبه ای شکل انوار میکنیم و بعدا با قاشق پنجه. اگر مخبر داشتین بهتر، اگر نداشتین با قاشق پنجه میشه. ما در خانه نداشتیم، از خاطر قاشق پنجه استفاده کردیم و داشتم قبلا روشن میکنیم تا گرم شوه. با درجه 150 یا 160 پخته میکنیم. اگر درجه را زیاد بگذاریم روی کلچه ها پخته میشه و بینش خام میمونه.
دوستا قسم میبینین باید خلال به این شکل داخلش سرخت سرخت میکنین بعد میگذاریم داخل داشت که پخته شد. بعد از اینکه کلچه ها پخته شده از داخل داشت کشیدیم گرم و گرم داخل یک ظرف یک دستمال انوار میکنیم و کلچه ها رو داخلش قرار میتیم میپیچونیم تا داخل یک دستمال سر شوند. اگر یک قسم بگذاریم سر شوند خشک میشه کلچه ها، پس بهتر است که به این شکل نگهدار شوند. دوست عزیز با آخر این ویدیو رسیدیم، امیدوار هستیم که از ویدیو خوشتان آمده باشه و از همراهیتان تشکر خاص میکنم. خداحافظ و نگهدارتان تا ویدیو بعدی.